وقت بخیر، شرار عزیزی هستم. خوش اومدید به این بخش خبری ایران اینترنشنال. سرخط خبرها. اهواز 26 آذر سال 1401. اعتصاب گسترده و هماهنگ کارکنان رسمی شرکت نفت در کارخانجات پتروشیمی اهواز، عسلویه و ماهشهر و گکساران اعتصاب کارکنان آغاز شده. ادامه تحصن و تجمعات ایرانیان نقاط مختلف جهان در حمایت از خیزش انقلابی مردم. ایرانیان در استرالیا، سوئد، دانمارک، کانادا و آلمان در همبستگی با زندانیان سیاسی به خیابان آمدند. اینجا در برلین جمعی از ایرانیان واکنش جدی جامعه جهانی را به اعدام معترضان در ایران خواستار هستند. اطلاعات ایران اینترنشنال از قتل آیدا رستمی، پزشک کشته شده به دست نیروهای حکومتی. نیروهای حکومت در تلاش برای پنهان کردن اسناد کشتن او هستند. اعتراض محمد حسین گرگیج، امام جمعه عصر شده اهل سنت، به کشتار مخالفان به اسم محاربه از سوی حکومت. گرگیج خواستار کاهش فشارهای امنیتی بر علمای اهل سنت شد. ساعت 17 به وقت تهران. در این بخش خبری من و همکارانم همراه شما هستیم با پوشش خیزش انقلابی مردم ایران و واکنش‌های جهانی. اتحادیه آزاد کارگران از آغاز اعتصاب کارکنان رسمی نفت در چند شهر نفتی از جمله گکساران، اهواز و عسلویه خبر داد. بنا به گفته این اتحادیه، کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حذف مالیات بالا از حقوق‌ها، حذف سقف حقوقی، افزایش حقوق و دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی و بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان هستند. در همراهی با اعتصابات سراسری در بخش‌های مختلف، کارکنان رسمی شرکت ملی مناطق نفخیز جنوب در اهواز نیز به اعتصابات پیوستند. کارکنان شرکت ملی مناطق نفخیز جنوب.
اهواز 26 آذر سال 1401 تجمع اعتراضی کارکنان وزارت نفت در خصوص عدم اجرایی شدن ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان از سال 1393. ستار رحمانی فعال کارگری میگوید اعتصاب در بخش‌های کلیدی نظام یک حرکت سیاسی است. اعتراضات کارگران نفت مربوط میشه همونطوری که تو گزارش شما هم بود به خواسته‌ای که کارگران قبلا مطرح کردن ماده 10 قانون نفت و اینا اجرایی نشده و در حقیقت بر معیشت و منزلت باید بگیم کارگران تاثیر بسیار بسیار بزرگی داشته. این بخش از کارگران به خصوص بخش رسمی نفت و عملیاتی اون در حقیقت بخش امن حاکمیت بود که از دوره رفسنجانی دولت سازندگی اینها را جدا کردند، حتی اسمش را عوض کردن به عنوان کارمند، یعنی کارگر هم حساب نکردن. از این زاویه فکر میکردن که اتفاق اینجا نخواهد افتاد، اما دیدیم که شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه متأثر از همه بخش‌ها این کارگران را نیز به میدان مبارزه بر علیه حاکمیت آورد. ببینید وقتی اعتصابی در چنین شرایطی در بخش‌های کلیدی نظام اتفاق میفته، به خود خود یه حرکت سیاسیه، چه بخوایم چه نخوایم. خواسته هاشون درسته که خواسته ها و مطالباتیه که سالها انباشته شده، از سال 93 تا حالا وعده و وعید دادن، اما مسئله اینه که این کارگران در درون خودشون بحثاشون اینه که ما نمیتونیم ساکت بشینیم و ببینیم که ثروتهایی که ما داریم تولید میکنیم برای این جامعه را این حاکمیت به باد بده و نتایجش برای ما سفره‌های خالی باشه. با گذشت بیش از 3 ماه از آغاز خیزش انقلابی، مبارزه ایرانیان داخل و خارج از کشور همچنان ادامه داشته و واکنش‌های بین‌المللی از سوی نهادها و مقام‌های سیاسی نسبت به رویکرد خشن حکومت در مواجهه با اعتراض مردم رو به افزایش است. در تازه‌ترین تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، معترضان در متروی خط 1 تهران تجمع کرده و علیه دیکتاتور شعار می‌دهند. دیکتاتور! دیشب همچنین در چیتگر با تاریک شدن هوا، معترضان بنرهایی در گرامی داشته کشته شدگان اعتراضات در اطراف شهرک نصب کردند. داشت پسر بود برای زن، زندگی آزادی، برای آزادی. شهرک چیتگر 25 آذر. در حالی وارد 4 ماه از خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی می شویم که تجمعات اعتراضی ایرانیان خارج از کشور همچنان ادامه دارد. جمعی از ایرانیان مقیم برلین با تجمع در یکی از خیابان‌های پرتردد این شهر خواستار توجه جامعه جهانی به سرکوب اعتراضات و قتل معترضان از سوی جمهوری اسلامی شدند. ایرانیان ساکن فرانکفورت هم همراه با سایر ایرانیان اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. همراه هستیم با همکارانم احمد صمدی در محل تجمع در برلین و جمشید بهرامی از فرانکفورت. هر دو خوش اومدین به این گفتگو. احمد، با تو آغاز میکنم. در برلین هر روز تقریبا میشه گفت ما شما رو از آلمان داریم، همکارانم رو، و هر روز ایرانی ها به بهانه های مختلف جمع میشن در دانشگاه ها، در مراکز پرتجمع. امروز از تو بشنویم که چه گروهی برگزار کرده این تجمع رو و چه حرف هایی شنیدی اونجا.
شرایط در واقع باید بگم که این جور تجمعات دیگه الان بخشی از زندگی ایرانیان خارج از کشور شده و این در واقع به گفته خودشون کمترین کاری هستش که میتونن در حمایت از اعتراضاتی که در ایران داره انجام میشه در اینجا انجام بدن. به هر حال ما میدونیم که در ایران معترضان با گلوله با ازشون در واقع استقبال میشه در خیابون‌ها و در واقع این اونطور که اینجا داره انجام میشه فقط یک بخش کوچکی میتونه از کار اونها رو جبران بکنه و حمایت از اونها هستش. تجمعی که امروز برگزار شده در واقع باید بگم تجمع فراجناحی هست و به هیچ دسته و گروهی وابسته نیستش و جمعی از ایرانیان خودشون درخواست تجمع کردن و این تجمع برگزار شده. صحبت هم همین هست، به هر حال باید جامعه جهانی متوجه بشه که چه اتفاقاتی داره در ایران رخ میده. زندانی معترضان رو میگیرن، زندانی میکنن، اونها رو به انواع مختلف به قتل میرسن و بعد هم اعلام میکنن که از بلندی افتاد یا بیماری زمینه‌ای داشت و اینا. خب اینها در واقع قابل قبول نیست و جامعه جهانی باید این رو متوجه بشه و اینها مواردی هستش که در خیابان کورفرستاندام شهر برلین داره مطرح میشه. نکته ای که وجود داره این هستش که نه تنها ایرانیان، آلمانی‌ها هم حالا پیوستن و در این تجمع شرکت کردن، اونها هم صحبت میکنن. یکی از تجمع کنندگان به زبان آلمانی صحبت کرد و از خانم ویرباک وزیر خارجه آلمان خواست که توجه بیشتری به موضوع ایران داشته باشه و در واقع اقدامات بیشتر و موثرتری رو نسبت به ایران انجام بده. تجمع کنندگان هم تصاویر در دستشون هست، کشته شدگان و همچنین زندانیان، که خانواده یکی از بازداشت شدگان در کنار من هست، سروش مرادی که پسرعموشون ارسطو مرادی الان در ایران بازداشت هست. می‌خواستم بپرسم که چه اتفاقی برای ارسطو افتاده و الان خانواده‌شون چیکار می‌کنن در ایران؟ ببینید، ارسطو پسرعموی من رو شبونه بعد از فراخوانی که در آبان ماه داده شد اومدن و در خونه با ضرب و شتم بردن، انداختن صندوق عقب یک ماشین و بردن و تا مدت‌ها خبری ازش نبود و یک پرستار این رو در یک بیمارستان دیده که هر دو دست و هر دو پاش رو شکوندن، جش گرفتن و دوباره بردن و دوباره ازش خبری نبود تا اینکه شنیدیم که احکام سنگینی مثل حکم اعدام رو برایشون صادر کردن و معلوم نیست که قرار هست چه اتفاقی بیفته. جمهوری اسلامی هر بار با یک ترفندی میخواد به فعالین خارج از کشور فشار وارد بکنه که صداشون رو کم بکنه، اما خب می‌بینه که نه تنها فشارها تأثیری نداره بلکه ما میایم عکس‌ها رو دستمون می‌گیریم و در این تجمعات و راهپیمایی‌ها شرکت می‌کنیم که بدون فشار بر خانواده ما تأثیری بر فعالیت ما نخواهد داشت و ما تا اینجا هستیم، توی خیابون می‌مونیم تا روزی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه. سپاسگزارم از سروش مرادی. شرار بند با شما هستم. اینو اشاره فقط بکنم که این تجمعات همونطور که گفته شد همچنان ادامه خواهد داشت به عنوان یک دلگرمی برای معترضان در ایران. ممنون از تو احمد. پیش جمشید بریم در فرانکفورت. جمشید، دیروز تو رو داشتیم در همین تقریبا برنامه و صحبت می‌کردی از یک تحسنی که ایرانی‌ها اومدن و در اونجا موسیقی اجرا کردن. امروز بگو در کجای فرانکفورت هستی و چه خبر هست اونجا؟ بله شراره، من الان در میدان اپرای قدیمی شهر فرانکفورت هستم. همانند شنبه ها در سه ماه گذشته، امروز ایرانیان اینجا تجمعی رو برگزار کردن در حمایت از خیزش انقلابی. همچنان که میبینی در اینجا عکسایی از جان باختگان این خیزش انقلابی رو گذاشتند و از فیلمبردار میخوام که بیشتر تجمع کنندگان رو در اون ور نشون بده. با پرچم هایی که در دست دارن و با پلاکارد هایی که در دست دارن تجمع کنندگان حمایت خودشون رو از خیزش انقلابی نشون میدن. غیر از ایرانی ها در واقع آلمانی ها هم در اینجا هستند و یکی از نمایندگان پارلمان آلمان در مورد کفالت سیاسی صحبت کردند و اهمیت کفالت سیاسی بازداشت شدگان ایرانی در این برهه. من خیلی کوتاه میخوام با یکی از برگزار کنندگان صحبت کنم. خانم آنا در کنار من هستند. خیلی کوتاه برای ما بگید هدفتون از برگزاری این تجمع در این برهه زمانی چیه؟ بچهای ایران الان بیش از 3 ماه هستش که توی خیابونا هستن و تنها کاری که ما براشون اینجا میتونیم انجام بدیم همینه که بیایم اینجا صداشون رو به گوش آلمانی‌ها برسونیم و از هموطنامون هر هفته خواهش میکنیم که کنارمون بایستن. گور جوانان فرانکفورت و زالی دقیقیت میده ایغن شقه ولوسیون با هم همکاری میکنن و کنار هم هستن. اتحاد رمز موفقیت این
انقلابه. سپاسگزارم. در واقع شرار، یکی از هدف‌های این تجمع آگاهی رسانی هست به آلمانی‌ها در رابطه با اینکه در ایران چه می‌گذره و در رابطه با وضعیت انقلاب ایران، همچنان که سخنرانان در اینجا می‌گفتن، می‌خوان که آگاهی رسانی بکنند و چطور نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جوانان و زنان و مردان مطالبه‌گر رو در کف خیابون‌های ایران سرکوب می‌کنند. ممنونم از هر دوی شما، احمد صمدی از برلین و جمشید بهرامی از فرانکفورت و ایرانی‌های خستگی ناپذیر آلمان. در ادامه حمایت از اعتراضات ایران و واکنش‌ها به اعدام معترضان، ایرانیان مقیم سوئد در شهر استکهلم تحصن کردند. این تحصن برای یک هفته ادامه دارد و از امروز آغاز شده. همراه هستیم با همکارم نجوا عالمی در آن که در استکهلم همراه ما شده. نجوا، به شدت هوا اونجا سرد هست، شاهد هستیم که زمین یخ زده و برفی. ایرانی‌ها اما تحصن خودشون رو آغاز کردن و می‌خوان بمونن اونجا تا به شهروندان سوئدی هر روز اطلاع رسانی بکنن درباره وضعیت ایران. از تو بشنویم جزئیات رو. دقیقاً امروز شهروندان ایرانی در استکهلم 3 برنامه گرفته بودند که 2 برنامه اعتراضی همزمان با تحصنی که فعلاً من اینجا حضور دارم، یک برنامه دیگه در گوشه دیگری از شهر برگزار شده که تا اعتراض کنند به ادامه‌های پیام معترضین در داخل ایران و همچنان حمایتشان از اعتراضات داخل ایران. تحصنی که اینجا پشت سر ما می‌بینین دارن آمادگی می‌گیرن و از خیلی خودم گفته خیلی هوا سرد است و همراه خود وسایلی آوردن که بتونن خود گرم کنن و هوا به شدت سرد است. آمادگیشان جریان داره و این تحصن در یک هفته هست، صبح شروع می شود تا ساعت 8 شب جریان داره تا اعتراضشان به دولت سوئد نشان بدن که از در موضوعات داخل ایران به شکل عملی حمایت کنه. همزمان 12 تن از نمایندگان پارلمان سوئد همچنان حمایت کردن که می تونن که تکالیف سیاسی افرادی که در ایران حکم اعدام گرفتن و همچنان حکم می حبسی ابد گرفتن و عده گرفتن و در کنار از این شماری از نماینده های اهل ایران، ایران تبار در سوئد هم پیهم صحبت میکنن و میگن که آنچه که قوانینی که از طرف جهان و از طرف سویدن کم است و باید واکنش های بیشتر و شدیدتر هم نشان بده که من قبلا با اینا صحبت میکردم و اینا گفتن فعلا تونستن که برای یک هفته اجازه بگیرن از پلیس، هم ما این تحصنشان ادامه خواهد داشت و ما این بعدم تلاش میکنن که اجازه داشته باشن تا تحصن خود برپا کنن و در پشت سر ما میبینیم که آمادگی میگیرن و لباس های مشخص با خودم دارن که از بس که هوا سرد است اینا با خود چای دارن و هر دقیقه چای استفاده میکنن تا اینکه بتونن گرم و شمای خود روشن میکنن. شعاری که در آفیش های خود استفاده کردن مرتبط به وضعیت یا شرایط ایران است. یک چیز باید تذکر کنم که این گروه که اینجا تحصن گرفتن جمعی از زنان و مردان فعالین حقوق زن و همچنان فعالین حقوق بشر هستن که این تحصن گرفتن و مربوط هیچ ارگان یا آدرس سیاسی نمیشوند. ممنون از توضیحات تو نجوا عالمی، همکارم از استکهلم. ممنون. به غیر از سوئد و آلمان، ایرانی ها امروز در کانادا، استرالیا و همینطور دانمارک هم تجمع داشتن. بریم تصاویرش رو ببینیم. در خوبت به نوبت شما برادر
نظر ما برابر با 17 دسامبر 2022 اینجا شهر گوتنبرگ سوئد تو این برف تو این سرما یک بار دیگه ایرانیان این شهر حمایت خودشون رو از مبارزات مردم ایران حمایت میکنن و تا سرنگونی این رژیم کودک کش ما دستبردار نیستیم. خبری که دقایق پیش منتشر شد، زندانیان محبوس در بندهای 2، 3 و 4 زندان مرکزی کرج در اعتراض به اقدام مسئولان زندان برای اجرای حکم اعدام شماری از زندانیان دست به اعتراض زده و علیه خامنه ای و جمهوری اسلامی شعار دادند. بشنوید که در پی کشته شدن آیدا رستمی، پزشک بیمارستان چمران، رسانه‌های حکومتی علت مرگ او را خودکشی در پی سقوط از پل عنوان کردند. این در حالی است که در اقدامی متناقض کلانتری اکباتان به خانواده او گفته بود آیدا رستمی تصادف کرده. بر اساس گزارش ها در نامه پزشکی قانونی، این پزشک به علت فوت برخورد با شیء سخت ذکر شده و پزشکی قانونی از ارائه جزئیات بیشتر به خانواده پرهیز کرده. آیدا رستمی 21 آذر ماه پس از پایان ساعت کاری با مادرش تماس میگیرد و یک روز بعد پیکر شکنجه شده او به خانواده اش تحویل داده می شود. او از پزشکانی بود که داوطلبانه معترضان مجروح را در منازل آنها درمان می‌کرد. یک منبع نزدیک به خانواده آیدا رستمی، پزشکی که به طرز مشکوکی کشته شده، در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال قتل او توسط ماموران حکومتی را تایید کرده. این منبع نزدیک به خانواده او گفته آیدا رستمی با مادر و برادرش در شهرک بعثت تهران زندگی می‌کرده. او با تکذیب سناریوی حکومت درباره خودکشی آیدا رستمی و سقوط از پل گفته آیدا انگیزه زیادی برای زندگی و کمک به دیگران داشته و هرگز در فکر خودکشی نبوده. به گفته این منبع نزدیک به خانواده، یکی از اعضای خانواده آیدا رستمی عضو فعال بسیج منطقه افسریه است و به مادر آیدا اجازه اطلاع رسانی درباره نحوه قتل او را نداده. کانال اتحاد پزشکان هم اعلام کرده که در پی قتل حکومتی آیدا رستمی، پزشک بیمارستان چمران، کادر درمان در روزهای 28 تا 30 آذر ماه اعتصاب می‌کنند. در این فراخوان آمده تمام کلینیک‌ها و مطب‌ها تعطیل و تمام پرسنل درمانی بخش‌های غیر اورژانسی بیمارستان‌ها دست از کار می‌کشند. همچنین رزیدنت‌ها و اینترن‌های تمامی بخش‌های غیر اورژانس شیفت‌های کشیک خود را ترک خواهند کرد. مراسم خاکسپاری آیدا رستمی پس از تحویل پیکر او از پزشکی قانونی تهران در گرگان و با حضور خانواده‌اش برگزار شد. پیکر آیدا رستمی 22 آذر ماه در حالی به خانواده‌اش تحویل داده شد که آثار شکنجه و کبودی روی بدن و صورت داشته و یک چشمش تخلیه و بخیه شده بود. پیکر او در کنار پدرش به خاک سپرده شده. یک منبع آگاه نزدیک به خانواده آیدا رستمی ویدیویی در اختیار ایران اینترنشنال گذاشته که این پزشک کشته شده قبلاً در اینستاگرامش منتشر کرده بود. صبر داشته باز میشه اینجا، باز میشه صبح، میشه این شب صبح، میشه صبر داشته باش باز میشه اینجا، صبر داشته باش صبح، میشه این شب باز میشه، صبر داشته باش صبح، میشه این شب صبر داشته باش، صبر داشته باش. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، یه پرونده دیگه که خیلی جزئیات مشکوک داره و اصلا حرف و حدیث ها به هم نمیخوره، از تو بشنویم که چه جزئیات مهمی شنیدی درباره مرگ آیدا رستم. خب اشاره کردی که 21 آذر بی خبر شدن خانواده ازش و فرداش کلانتری تماس گرفت که بیان جسد رو ببرن با عنوان تصادف و پزشکی قانونی اعلام کرد که جسم سخت برخورد کرده، ولی روی جسد آیدا رستمی آثار شکنجه و ضرب و شتم بوده، به خصوص در صورت یکی از چشماش بخیه شده بود و تخلیه شده بود. این خبری است که منابعی که ما داشتیم تایید کردن از طریق خانواده و نزدیکان این پزشک کشته شده.
مسئله اینجاست که 25 هم ویدئوی در واقع خاکسپاریش در اومده، ولی مشکل اینجاست که اظهارات و گزارش‌هایی که رسانه‌های نزدیک به حکومت و رسانه‌های رسمی دارن میدن تناقضات بسیاری داره پیدا میکنه، که این مسئله رو که قبلا هم صحنه‌سازی خودکشی برای بعضی از معترضان کشته شده اتفاق افتاده بود داره تقویت میکنه، که دوباره دارن همون سناریو رو برای آیدا رستمی، پزشک جوان که در تهران به معترضان هم کمک می‌کرده، به صورت داوطلبانه تکرار بشه. تفاوت که انگار یه نوعی دستپاچگی هم می‌بینیم، چون روایت‌ها حتی یک دست هم نیست و هر گروهی داره برای خودش، گروه‌های حکومتی دارن روایت خودشون رو منتشر می‌کنن. دقیقاً حالا که داره گزارش‌ها از طریق رسانه‌های در واقع خارج از ایران منتشر میشه و افشا میشه جزئیاتش، از یک طرف اعلام می‌کنن که اعلام شده به خانواده که در تصادف بوده که کشته شده و جسم سخت برخورد کرده، جزئیاتی هم ندادن. بعدش اعلام کردن که در واقع از روی یک پل سقوط کرده و خودکشی بوده. حالا بعضی از رسانه‌ها و خود خبرگزاری میزان قوه از هم دارن میگن که یک نفر بازداشت شده در این رابطه، در مظنون به قتل. دارن در واقع سناریوهای مختلف رو به صورت متناقض و دستپاچه همونجوری که اشاره کردی پیش میبرن. موضوع خودکشی هم به شدت به نوعی نفی شده از طرف خانواده‌اش، که گفتن دختر پر انرژی بوده، ویدیوهایی که در اینستاگرامش وجود داشته و آدم پر امیدی بوده که حتی سر کارش حاضر میشده در شیفت‌های کاری. بله، توی ویدئویی هم که دیدیم، فایل صوتی هم که داشته، همش سعی کرده امید بده و این ندا رو بده که این ظلمت و این شرایطی که وجود داره به پایان میرسه و مردم امید داشته باشن و صبر بکنن تا این شرایط عوض بشه، و اصلا به این شکل نبوده. این سابقه رو قبلا اخیرا هم داشتیم که یک زن جوان دیگه به اسم عاطفه نعامی رو هم صحنه سازی خودکشی کردن و در منزلش قرار دادن و گفتن که خودش خودکشی کرده، در حالی که خانواده گفت کشته شده بوده. این شاید معروف ترینش همون نیکا شاکرمی بود که اجازه اولین کسایی بود که کشته شد در خیزش انقلابی مردم ایران، و او رو هم حتی به پرونده خودکشی ارتباط دادن. این سناریو نخنما شده ای که حالا دارن تکرار میکنن برای معترضان. اظهار نظر رسمی نکردن. یکی از اخباری که وجود داره این که خانواده در واقع سابقه ارتشی و یکی از برادرانش هم از حامیان حکومت است، همین داره تحت فشار قرار میده، احتمالاً خانواده رو که نتونن در شرایط آزاد اطلاعات بیشتری رو در باره کشته شدن آیدا منتشر بکنن. ممنون از توضیحات تو محسن مهیمنی، همکارم اینجا در استودیو همراه ما با ایران اینترنشنال. بمونید، ما اطلاعات دقیق تری درباره جزئیات در اختیار شما قرار خواهیم داد. درباره مرگ آیدا رستمی بریم استراتی کوتاه بکنیم، برگردیم با تازه ترین ها با شما. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، الهام مدرسی شهروند 32 ساله اهل سنندج که ساکن فردیس کرج بوده، روز چهارشنبه 11 آبان ماه با هجوم ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شده و اکنون در زندان کچویی کرج است. الهام خواهرم 32 سالشه، متولد سنندج، ولی در حال حاضر تو فردیس کرج ساکنن. روز چهارشنبه 11 آبان 4 تا ماشین 7 تا مامور ریختن الهام با چش بسته بردن. الان بیشتر از 45 روزه که نه اجازه وکیل میدن، پروندهشو کاملا محرمانه نگه داشتن، اتهامات واهی سنگین رو به الهام وارد کردن. تماسی که الهام با خانواده‌ام داشته، گفته که برگه جلب دادرسی رو و بهش نشون ندادن، که الهام برگه رو تقاضا کرده، که مقامات زندان گفتن که نباید اون برگه رو بهش نشون بدین، اجازه حتی روند دادرسیشو خانواده‌ام نداره، و این قضیه باعث تعجب همه زندانیان و نگرانشنی شدید ما شده، چون همه زندانی‌ها از این حق برخوردار بودن. الهام به دلیل بیماری ژنتیک کبد و روده PSC بسیار مریضه، دائم خونریزی داره، نیاز به مراقبت شدید پزشکی داره. با وجود این مریضی، اون از برادرم که تازه پیوند کبد کرده و مادرم که بیماری قلبی داره نگهداری میکرد. اما الان داداشم با اون وضعیت بد جسمیش هر روز دم داد سراست تا اینکه بتونه جوابی بگیره، ولی هنوز اصلا پرونده الهام کاملا در حالت بلا تکلیفی قرار داره. مولانا محمد حسین گرگیج، امام جمعه اهل سنت و عصر شده آزاد شهر استان گلستان، روز گذشته در تجمع معترضان از مهسا امینی به عنوان نماد ملی یاد کرده و کشتن کودکان از سوی نیروهای سرکوبگر حکومت را محکوم کرده. گرگیج همچنین خواستار کاهش فشارهای امنیتی بر علمای اهل سنت شد.
گرگیج با اشاره به صدور احکام محاربه و افساد فلعرض برای معترضان خیزش انقلابی گفت حاکمان نمیتوانند مخالفان را با حکم محاربه اعدام کنند. امام جمعه اهل سنت آزاد شهر سال گذشته پس از یک سخنرانی درباره خلفای اهل سنت توسط نماینده خامنه ای در منطقه از امامت جمعه عزل شد. مردم عادی نمازگزار مانند شما در کوچه و خیابان هر کدام که کشته بشود فرزندان امین آب و خاک هستند، ضرری هستند برای ما. یک دختری تجاوز به عنف شد، عاقبتش کجا شد؟ یک دختری دیگر در کردستان، در کردستان بود، شارح سقز چهار تا موش لخت بود، اون امروز شده نماد ملی مردم، نماد ملی قرار گرفته. و همچنین امام موسیانی که در کردستان به تک تک اونا رو من نمیتوانم نام ببرم، اونایی که بازداشت شدند، اونایی که احضار شدند، دست یک خانم اونجا اون امام جمعه شهر جوان رود دست خانمش شکسته شده، اینا محکومند. تکبیر الله اکبر. تعجبه یکی استدلال کرده بود که نزدیک می 60 خورده ای در این اعتراضات کودک کشته شدند. یکی گفته بود بله قرآن در سوره کهف به ما اجازه داده که ما این کودکان را بکشیم. این چه استدلال باطلی، استدلال غلطی. در شهر عبدالان دختر 16 ساله را محارب زدن که دیشب آزاد شد. دختر 16 ساله ای را درست مراحل بلوغ را علما سه مرحله گفتن، اما حد بلوغ دختر را 17 سال گفتن، پسر را 18 سال. اینکه نفس زکیه هست شما اون را میکشید چه خضر شما؟ یا موسی اعتراض کرد اونجا، صاحب شریعت بود. هیچ وقت حاکم نمیتواند که در نماز جمعه و نماز عید و نمازهای پنجگانه و در عزل و نسب ائمه جمعه و جماعت دخالت داشته باشد. تاریخش هم داریم، من احق بالامامه، چه کسی باید امامت بکند؟ کسانی که مردم میخوان پشت سرش نماز بخوانند باید امون امامت بکنند. اگر مردم ناراض بودند من نمیخواستند، من اگر میرم در داخل محراب و نماز منم درست نیست، کرایت دارد. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی معتقد است با وجود ادعای حکومت مبنی بر رعایت حقوق بشر اسلامی در نظام غذایی، حتی روحانیون در داخل کشور نیز نسبت به این احکام انتقاد کردند. یکی از استدلالاتی که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته در رابطه با نظام قضایی خودش داشت این بود که ما حقوق بشر اسلامی داریم و نظام قضایی ما بر اساس احکام اسلام هست. خب نهادهای حقوق بشر بین المللی در سالهای گذشته به کرات اعتراض کردند و تردید کردند و این رو محکوم کردند. اما در شرایط کنونی میبینیم بسیاری از در واقع روحانیون در داخل کشور هم نسبت به این احکام اشکال گرفتن و نسبت به اونها در واقع تذکر دادن. آقای مولوی عبدالحمید، آقای گرگیج، آقای کاکسن امینی و تعداد زیادی از علمای اهل سنت و در این حال در میان روحانیون اهل تشیع هم آقای مصطفی محقق داماد، محمد رضا رحمت، مرتضی مقتدایی، احمد ناظم‌زاده و همچنین بیانیه هم آقای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم صادر کردند و صدور احکام اعدام بر اساس اتهاماتی مثل محاربه رو کاملا زیر سوال بردن و گفتن که اینا برخلاف نص اسلام و فقه هست.
بشنوید که حمید فرخ‌نژاد، بازیگر ایرانی که در سریال سقوط ایفای نقش کرده، از مدیران فرهنگی خواسته به خاطر شرایط موجود کشور در بحبوحه اعتراضات جلوی توقیف این سریال را بگیرند. فرخ‌نژاد با انتشار چند استوری در اینستاگرامش به نامه‌ای که منتسب به گروه تولید سریال سقوط است و رفتار او با این پروژه را مورد انتقاد قرار داده، واکنش نشان داده. فرخ‌نژاد در انتها گفته از هیچ کس بابت راهی که انتخاب کرده عذرخواهی نمی‌کند. به صراحت اعلام می کنم در همه جلسات بازجویی و احضارهای مختلف به هیچ کدام از نهادهای امنیتی و قضایی علارغم درخواستهای مکررشون هیچ تعهدی ندادم. با اینکه می دونم ید طولایی در جعل و تقلب دارید، اگر مدرکی دارین منتشر کنید. دوم اینکه جریان علیل و دریوزه حاکم داره جوری صحنه آرایی می کنه که من رو مقابل سایر همکاران سینمایی قرار بده، که دلیل ادامه ممنوع الخروجیشون رو عملکرد من قلمداد کنه. اگه جرأت دارید این فشارها و محدودیت‌ها رو از سر همکاران من بردارید و ببینید چند تا بیانیه تندتر از آنچه گفتم نصیبتون میشه. چقدر اوضاعتون غم انگیزه که با تهدید و گروگانگیری دارید به حکومت ظالمانه‌تون ادامه میدید. اواسط فیلمبرداری در سقز مقارن بود با به شهادت رسیدن مهسا امینی. ضربه روحی بزرگی به مانیفست کار وارد شد. داستان سقوط حکایت مأمور امنیتی بود که جانش را به خطر می‌اندازد تا دختر کرد اسیر در دست داعش را آزاد کند و دختر کردی که در واقعیت در تهران و همزمان به دست نیروهای امنیتی کشته می‌شود. هضم این دوگانگی در آرمان‌های ما در ساخت سریال با واقعیت‌های موجود در بیرون برای همه گروه سازنده پارادوکسی عجیب را رقم زد. ولی بنابر تعهد حرفه‌ای همه گروه با تمام توان کار را ادامه دادیم و به انجام رساندیم. نویسنده ناشی نامه مرا بی معرفت خطاب کرده. چرا؟ چون خواستم صدای مهسا باشم، چون نمی‌خواستم فقط در جلوی دوربین یک انسان آزاده باشم. به شهادت خودتان چند بار از سر صحنه برای بازجویی احضار شدم. چند بار به خاطر احضار نیروهای امنیتی کار تعطیل شد. من در مدت تعهدم به کار به شهادت عوامل از مقیدترین ها بودم. قرار نیست حسب قرارداد مدتدار یک بازیگر باقی عمرش در تعهد کاری باشد که حالا واقعیت دنیای بیرون چیزی از حیثیت برای آن کار باقی نگذاشته. من بی‌معرفت و غیر حرفه‌ای نبودم. مزد بگیر دستگاه امنیتی هم نبودم. سرم پیش وجدان خودم بلند است. دست مزد بالا هم گرفتم چون کارم را بلدم. بارها گفتم اگر کسی پیدا شود که کیفیت کار مرا انجام می داد و 1000 تومان ارزان تر می گرفت، حتما به سراغ او می رفتید. به هر حال با همه وجودم آرزو می کنم مدیران فرهنگی فارغ از مشکلاتی که با من دارند، جلوی توقیف این اثر که شاید قبل از شهادت مهسا اثری با ارزش بود را بگیرند و حاصل تلاش یک گروه با انگیزه را به خاطر حق طلبی یکی از عواملش به باد ندهند. پیشاپیش از همه عوامل کار بابت حماقت مدیران فرهنگی، امنیتی و اتفاقاتی که ممکن است در روند نمایش آن پیش بیاید اظهار تأسف می‌کنم. ولی از هیچ کس بابت راهی که انتخاب کردم عذرخواهی نمی‌کنم. حمید فرخ‌نژاد. رضا پیرفلک، عموی کیان پیرفلک، با انتشار ویدیویی نوشته شرم و ننگ بر جمهوری بیرحمی که کودکانمان را به قتل رسانده. اتحادیه آزاد کارگران از آغاز اعتصاب کارکنان رسمی نفت در چند شهر نفتی از جمله گشتاران، اهواز و عسلویه خبر داد. بنا به گفته این اتحادیه، کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حذف مالیات بالا از حقوقها، حذف سقف حقوقی،
افزایش حقوق و دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان هستند. همراهی با اعتصابات سراسری در بخش‌های مختلف، کارکنان رسمی شرکت ملی مناطق نفخیز جنوب در اهواز نیز به اعتصابات پیوستند. این رو هم اضافه کنم که کارکنان رسمی مرکز بهره برداری خطوط لوله گاز گناباد هم همزمان با اعتصاب کارکنان رسمی نفت اعتصاب کردند. میلاد رسای منش، فعال سیاسی از استکهلم، همراه ما شدن. آقای رسای منش، امروز میبینیم که بخش گسترده ای از شرکت‌ها در صنعت نفت و گاز ایران اعتصاب کردند، صنعتی که اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی به اون وابسته است. فکر می‌کنید چه تأثیری بذاره روی حکومت؟ خب قبلش بذارید این رو یادآوری بکنم که اعتصابات کارکنان شرکت نفت در سپهر سیاسی ایران یک معنای مشخص داره. یعنی وقتی که ما از یک انقلاب صحبت میکنیم که یک رکن اصلش اعتصابات کارگران و کارمندان هست، وقتی که کارگران شرکت نفت به این به هر صورت انقلاب میپیوندند و دست به اعتصاب میزنن، این یک معنای مشخص سیاسی در ایران داره. ما در وسط انقلاب 57 خیلی خوب یادمون هست که کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما شعار مردم بود در انقلاب، به هر صورت پیوستن کارمندان و کارگران شرکت نفت نقش مهمی رو در پیروزی انقلاب 57 ایفا کرد. الان هم به نظر میاد که بر اساس اعتصاباتی که در چند هفته گذشته در جریان بود، این بار به در حقیقت شرکت نفت رسیده و خب میدونیم که اگه شرکت نفت به طور واقع وارد اعتصابات بشه چه تاثیرات مهمی رو میتونه در این انقلاب داشته باشه. اینو در نظر داشته باشید که از کشوری صحبت میکنیم که به غایت ثروتمند هست، از بزرگترین کشورهای دنیا هست، جمعیت جوان و تحصیل کرده ای داره، منابع غنی داره، تاریخ خیلی به حساب غنی داره، در این حال کشوری هستش که همچنان بس گذشته 40 و اندی سال از انقلاب سال 57 بسیار وابسته به نفت هست. حکومت جمهوری اسلامی هیچ زیرساختی تولید نکرده، هیچ صنعتی رو گسترش نداده، دقیقاً مثل یک مشت غارتگر، یک مشت چپاولگر در اون مملکت اینها سالیان سال نفت رو استخراج کردن، فروختن و به این شکل به حساب به حیات ننگین خودشون ادامه دادن. اگر شرکت نفت وارد اعتصاب بشه، یعنی به طور واقع نفتی تولید نشه که بشه فروختش به حالا رفقا در چین و روسیه و غیره، اون وقت هست که میشه متصور بود که اقتصاد ایران، اقتصاد جمهوری اسلامی به طور واقع فشل بشه، از کار بیفته و این یک استپ، یک گام بسیار بزرگ برای انقلابیون در جهت سرنگونی این حاکمیت خواهد بود. آقای رسای منش، چه میدانیم از خواسته های کارکنان اعتصابی بخش نفت و گاز؟ یا بیشتر اون خواسته ها صنفی هست؟ چه چیزی بیشتر میدونیم؟ ببینید ممکنه در بیانیه‌هاشون به خواسته های یا مواردی اشاره کرده باشن، ولی اگر کسی یه مقدار با فضای سیاسی ایران و ماهیت جمهوری اسلامی آشنایی داشته باشه، این سوال شما اگه من بخوام جواب بدم، به طور واقع سرنگونی جمهوری اسلامی، رفتن آخوندهای مولتی میلیونر، اینکه به هر صورت اگر این حکومت دزد رانتی صفاک دروغگو و آدمکش در قدرت باشه، کارگران فرق نمی‌کنه صنعت نفت باشه، خدمات درمان باشه، در هر جایی که دارن کار می‌کنن حق حقوقی نخواهند داشت. ممکنه اندک افزایش دستمزدی داشته باشن، ممکنه پس این اعتراضات به یکی دو تا از خواسته هاشون برسن، اگر به طور واقع کارگر ایرانی میخواد حق و حقوق پیدا بکنه، میخواد برسد به منزلت خودش برسه، میخواد اون شرایطی رو داشته باشه که به درجات شاید در غرب یه کارگر داره،
تنها و تنها این خواسته ها با رفتن این حکومت دوست سالار و این اولیگارش های مولتی میلیونر، این اسلامیست های سفاک به عقیده من محقق خواهد شد. به همین اعتبار ممکنه در بیانیه هاشون خواسته های را مطرح کرده باشن، ولی خواست نهایی برای هر صرفی هر کارگری سرنگونی جمهوری اسلامیه. میلاد رسایی منش، ممنون از حضورتون در این گفتگو. زندانیان محبوس در بندهای 2، 3 و 4 زندان مرکزی کرج در اعتراض به اقدام مسئولان زندان برای اجرای حکم اعدام تعدادی از زندانیان دست به اعتراض زدند و علیه خامنه‌ای و جمهوری اسلامی شعار دادند. درگیری میان ماموران زندان و زندانیان در پیان صورت گرفته که مسئولان زندان 10 زندانی را با عنوان مجرمان مواد مخدر برای اجرای حکم آماده کردند. فایلی صوتی از داخل زندان به ایران اینترنشنال رسیده، با هم بشنویم. نعیم دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو سوئد همراه ما شدن. خانم دوستدار، فضا به کجا داره حرکت میکنه که زندانیانی که تحت تدابیر شدید امنیتی هستن در زندان محبوس هستن این چنین صدای فریاد مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای سر میدن؟ فکر میکنم تا حدی طبیعی باشه که وقتی جامعه در چنین بحران و التهابی فرو رفته، زندانیان هم به تبع از طریق به حال ارتباطاتی که با بیرون دارن، روابطی که با خانواده ها دارن و همچنین شرایط بسیار اسفباری که خودشون باهاش دست و پنجه نرم میکنن و درش به سر میبرن، هوشیاری و آگاهی بیشتری نسبت به وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور پیدا بکنن و دست به اعتراض بزنن. ما در سالهای اخیر شاهد اعتراض‌ها، شورش‌ها در داخل زندان بودیم. بعضاً نسبت به وضعیت حقوق انسانی خود زندانیان در محیط زندان و این بار اون چیزی که به هر حال شگفت انگیز هست و جالب توجه اینه که زندانیان به درستی فهمیدن که مسئول این نابسامانی که حتی خودشون هم باهاش دست و پنجه نرم میکنن جمهوری اسلامی است و شعار رو مستقیم علیه حاکمیت سر دادن. به ویژه که توجه بکنیم که این اعتراضی که در زندان کرج صورت گرفته واکنش است به اجرای یا احتمال اجرای احکام زندان برای 10 زندانی که خودش الان در واقع مبارزه با اجرای اعدام در ایران خودش یک کمپین با قدمت چند دهه است و زندانیان از اصلی ترین قربانیان این جنایت دولتی هستند. خانم دوستدار، اشاره کردین به اینکه جمهوری اسلامی یکی از رکوردداران اعدام در جهان، خب قانونش هم به رسمیت میشناسه اعدام، اما همین اعدام ها رو شما فکر میکنین که با چه سازوکارهایی صادر میکنه؟ آیا همین اعدام های گروهی که انجام میدن، اعدام هایی که صادر میکنن علیه معترضان، اینها بر اساس همون قانونی هست که خودشون صادر کردند؟ همونطوری که شما فرمودین این اعدام ها در ایران نسبت به سرانه جمعیت اونقدر بالاست که ایران بعد از چین رتبه دوم اعدام ها رو در جهان داره و تعداد جرایم که براش مجازات اعدام در نظر گرفته شده بسیار زیاد و متنوع هست. یعنی در ایران از قتل و تجاوز جنسی تا سوء استفاده جنسی از کودکان، قاچاق مواد مخدر، دزدی، تروریسم و مسائلی مثلا همین چیزهایی که مقاومت‌های مدنی در که به عنوان محاربه تعریف بشه و جاسوسی و مسائلی از این دست، همه اینها مجازات اعدام رو در پی خواهد داشت.
اما مسئله اینجاست که این مجازات هم حتی اگر که ما با در واقع غیر انسانی بودنش فعالان حقوق بشر و بسیاری از مخالفان اعدام در کل توافق دارن، اما حتی اگر این مجازات قرار باشه که بر مبنای سیستم قضایی جمهوری اسلامی اجرا بشه، باید موازین دادرسی عادلانه درش رعایت بشه. حال اون که ما در بسیاری از این موارد فقط هم اعدام‌های سیاسی نیستن، بلکه اعدام‌های مربوط به مواد مخدر یا سایر به هر حال جرایمی که براش اعدام در نظر گرفته شده، در بسیاری از موارد تحت شرایط غیر عادلانه صورت میگیرن. مثلا متهم بر مبنای فشار، بر مبنای شکنجه به جرمی اعتراف میکنه که مجازاتش اعدام هست، یا مثلا افرادی هستن که شرط در واقع تحقق جرم براشون برای قاضی حتی به اثبات نرسیده، ولی اینها این احکام رو دریافت میکنن و به طور گسترده اعدام میشن. و همونطور که شاهد هستیم، امسال دست کم تا دو سه هفته گذشته که آخرین آمارها منتشر شد، بیش از 500 نفر در کشور اعدام شدن با جرائم مختلف که آمار بسیار تکان دهنده است و اغلب اونها تحت در واقع شرایط ناعادلانه و بدون رعایت موازین عدالت قضایی. نعیمه دوستدار، ممنون از حضورتون در این گفتگو. یک منبع نزدیک به خانواده آیدا رستمی پزشکی که به طرز مشکوکی کشته شده، در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال قتل او توسط ماموران حکومتی را تایید کرده. این منبع نزدیک به خانواده او گفته آیدا رستمی با مادر و برادرش در شهرک بعثت تهران زندگی می‌کرده. او با تکذیب سناریوی حکومت درباره خودکشی آیدا رستمی و سقوط از پل گفته آیدا انگیزه زیادی برای زندگی و کمک به دیگران داشته و هرگز در فکر خودکشی نبوده. به گفته این منبع نزدیک به خانواده، یکی از اعضای خانواده آیدا رستمی عضو فعال بسیج منطقه افسریه است و به مادر آیدا اجازه اطلاع رسانی درباره نحوه قتل او را نداده. کانال اتحاد پزشکان اعلام کرده در پی قتل حکومتی آیدا رستمی، پزشک بیمارستان چمران، کادر درمان در روزهای 28 تا 30 آذر ماه اعتصاب می‌کنند. در این فراخوان آمده تمام کلینیک‌ها و مطب‌ها تعطیل و تمام پرسنل درمانی بخش‌های غیر اورژانسی بیمارستان‌ها دست از کار می‌کشند. همچنین رزیدنت‌ها و اینترن‌های تمامی بخش‌های غیر اورژانس شیفت‌های خود را ترک خواهند کرد. مراسم خاکسپاری آیدا رستمی پس از تحویل پیکر او از پزشکی قانونی تهران در گرگان و با حضور خانواده‌اش برگزار شد. پیکر آیدا رستمی 22 آذر ماه در حالی به خانواده‌اش تحویل داده شده که آثار شکنجه و کبودی روی بدن و صورت داشته و یک چشمش تخلیه و بخیه شده بوده. پیکر او در کنار پدرش به خاک سپرده شده. حمید صابری فعال حقوق زنان از تورین همراه ما شدن. خانم صابری، از ابتدای خیزش انقلابی مردم ایران شاهد بودیم که موضوعات مختلفی رو مقامات حکومتی مطرح کردن برای مرگ معترضان، از پرتاب از بلندی گرفته تا خودکشی، موارد زیادی داشتیم. این مورد هم یکی از موردهایی که اخیراً دوباره تاکید میکنن که او خودکشی کرده، زد و نقض‌گویی های زیادی هم میشنویم. چطور میبینین؟ چرا حکومت گردن نمیگیره این قتل ها رو؟ با درود بر شما و ضمن تسلیت عمیقا به خانواده آیدای عزیز، ببینید مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی سناریو نویسی برای جنایتهاش رو همیشه از بعد از انقلاب در کارنامه خودش داشته و احتیاج داشته که در واقع به اون بخشی از جامعه که طرفدارانش محسوب می شد
شدن، برای جنایتهاش یک سناریویی بنویسه، یک پاسخی بده، یک داستان سرایی بکنه. اما اون چیزی که الان حکومت رو دچار مشکل کرده این هستش که در عصری هستیم و در زمانی هستیم که اطلاعات به سرعت تکثیر پیدا میکنه، در واقع دست حکومت در کوتاه‌ترین زمان ممکن دروغ‌هاش فاش میشه و این کار رو برای حکومت مشکل کرده. در به این دلیل هستش که حتی شما میبینید که داستان‌های متفاوتی رو ما از مقام‌های مختلف میشنویم، ضمن این که دیگه مثل گذشته خانواده‌های داغ دیده در واقع مرعوب نمیشن تا سکوت بکنن در برابر جنایتی که رژیم در قبال عزیزانشون انجام میده، صحبت میکنن، تکذیب میکنن و تمام اینها کار رو برای حاکمیت مشکل کرده. اما واقعیت امر اینه که یک بخشی از جامعه که همیشه آگاه بودن نسبت به این داستان و به قولی به این فریبکاری رژیم، هیچ وقت مرعوب این داستان‌ها نمی‌شدن و همیشه می‌دونستن که دروغ هست و هیچ واقعیتی نداره. خانم صابری، تو پرونده دکتر قره‌حسن‌لو پزشکا ثابت کردن که پشت همکاران خودشون میستن. این بار هم شاهد هستیم که فراخوان اعتصاب دادن برای 3 روز برای همکاری که از دست دادن و معتقد هستن که نیروهای حکومتی اون رو به قتل رسوندن. فکر می‌کنی این پشتیبانی مردم از کشته شده ها در اعتراضات اخیر چه معنایی داره؟ چقدر کمک می‌کنه به این انقلاب؟ در واقع این یکی از مهمترین قدم‌های بعدی هستش که الان داره اتفاق می‌افته برای پیشبرد انقلاب. شما نگاه بکنید که پیوستن قشر خاکستری یا متوسط رو به بالای جامعه در اعتصابات و اعتراضات جزو یکی از نقاط اصلی رو به جلو رفتن انقلاب هست. خوشبختانه این آگاهی جمعی در طبقات مختلف اجتماعی به وجود اومده و میبینیم که اعتراضات و اعتصابات در هر مرحله‌ای داره گسترده تر میشه و حمایت‌ها در جامعه بیشتر میشه. حمیده صابری، فعال حقوق زنان، ممنون از حضورتون در این گفتگو. خبری که دقایق پیش منتشر شد اعلام کرده که ترانه علی دوستی، بازیگر سینمای ایران، پس از تفتیش خانه‌اش در تهران بازداشت شده. ترانه علی دوستی چند پیش با انتشار عکسی بی‌حجاب با خیزش انقلابی مردم ایران همراهی کرده بود. در 3 ماه گذشته مراسم یادبود کشته شدگان خیزش انقلابی مردم ایران به صحنه اعتراض تبدیل شده. خانواده‌هایی که عزیزان خود را به خاک سپردند اما حجم این اندوه را تبدیل به خشم و اعتراض کردند. همکارم نوشین خانی به واکنش‌های شما در رسانه‌های اجتماعی در این باره پرداخته. نوشین، از تو بیشتر بشنویم. شراره، یکی از موضوعاتی که کاربرها دربارش صحبت می‌کنند همین رفتارها و واکنش‌های اعتراضی مردم علیه حکومت که تو همینطور که تو هم گفتی بر سر مزار جانباختگان این خیزش انقلابی هم کشیده شده. جزئیات بیشتر همراه واکنش‌ها من اینجا مرور می‌کنم. دیروز و بعد از 40 روز در مراسم علی روزبهانی از جانباختگان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی ایران، زنان گیسوان خود را بریدند و به نشان فلزی زن، زندگی، آزادی گره زدند. کاربران رسانه‌های اجتماعی از خواهر علی روزبهانی در این مراسم نوشتند که گفت اگه چادر من شده ملعبه دست قاتلین تو که جانیان و ظالمان و خون فرزندان این مملکت رو می‌ریزن، من چادرم رو در میارم. تصاویر برادرش رو منتشر کردند که خطاب به مردم ایران گفت کسی که با سنگ جلوی تفنگ می‌ایسته دلش به 80 میلیون مردم ایران گرمه. و از پدرش گفتند که جز عشق چیزی ندیده و از انتقام خون پسرش نمیگذره. برادر علی روزبهانی در توییتی نوشته فرق نداره چه تهران بکشید، چه کردستان، چه خوزستان و چه زاهدان، همه ما یکی هستیم، همه ما داد خواهیم. و کاربری که میگه علی روزبهانی فقط یک اسم نیست که حالا هشتگ شده، زندگی بود، آرزوهای نرسیده بود، رویاهای معطل مونده برای جون گرفتن بود، امید و پناه عزیزانش بود.
نویسنده این توییت هم نوشته برای داداش علی روزبهانی که مثل شیر پای خون برادرش ایستاد و ازمون خواست سکوت نکنیم، برای خواهرش که با بغض و دلی شکسته چادر از سر برداشت، خون این عزیزان در راه آزادی ما ریخته شده، در خیابان صدای خاموش شده این عزیزان باشیم. و کاربری به اسم شهرزاد هم میگه خانواده علی روزبهانی مذهبی هستند، در مراسم چهلمش پدر و برادرش از ایستادگی و خونخواهی حرف زدن و خواهرش چادر از سر برداشت. شاید باورتون نشه ولی خیلی از خانواده های کشته شدگان همینطوری هستند. دیگه مذهبی ها هم حامی جمهوری اسلامی نیستند، فقط مزدورها باقی موندن. و حمیدرضا که نوشته عده‌ای معتقدند اخبار کشته شدگان باعث ترس و دل سردی میشه و به انقلاب ضربه میزنه، اما هر وقت اخباری از تشییع جنازه میاد در کنار غم با خودش تصویری از امید و زنده بودن این انقلاب میاره، این بار گیسوان بریده خواهران. آن سوتر اما پدری برای پسرش تولد گرفت و با کیکی در دست سر مزارش رقصید و گریید. شماری از کاربران با بازنشر تصاویر پدر فرزین معروفی از کشته شدگان خیزش انقلابی ایران این طور نوشتند: پدری که بر سر مزار فرزندش درد رو می‌رقصه. آیدا این تصاویر رو اینطور توصیف کرده و نوشته رقص پدری با کیک در تولد 22 سالگی فرزندش. پدر میرقصه و گریه میکنه، کیک رو بالا گرفته و پایکوبی میکنه، صورتش جمع شده از گریه، صدای شیون زنان روی موسیقی تولد. فرزند زیر خاک خوابیده، فرزند جوونش رو کشتن چون از شکست تیم فوتبال خوشحال بود. همین. نویسنده این توییت هم میگه چقدر درد داره دیدن پدری که برای پسرش سر قبر جگر گوشش با کیک تولدش برخصه. آخه لعنتی ها، شما از چی ساخته شدین که این همه سنگدل و بیرحم هستین که از این مصیبت ها دردتون نمیگیره؟ قطعا نه انسانین و نه بویی از انسانیت بردین. و نهایتا کاربری که نوشته پدر ابوالفضل آدینه‌زاده روی قبر پسرش خوابیده، پدر فرزین معروفی روی قبرش رقصیده، پدر مادر نیما نوری روی قبرش کبوتر آزاد کردن، خواهران علی روزبهانی موهاشون رو بالای سر قبرش گذاشتن. قصه یک روز زندگی در ایران و مصیبت روی مصیبتی که آخوند باعث و بانیشه. در ادامه این بخش هم برمیگردم به شراره. ممنون از تو نوشین خانی با مرور رسانه‌های اجتماعی با ما. بشنوید که حمید فرخ نژاد، بازیگر ایرانی که در سریال سقوط ایفای نقش کرده، از مدیران فرهنگی خواسته به خاطر شرایط موجود کشور در بحبوحه اعتراضات جلوی توقیف این سریال رو بگیرند. فرخ نژاد با انتشار چند استوری در اینستاگرامش به نامه‌ای که منتسب به گروه تولید سریال سقوط است و رفتار او با این پروژه را مورد انتقاد قرار داده، واکنش نشون داده. فرخ نژاد در انتها گفته از هیچ کس بابت راهی که انتخاب کردم عذرخواهی نمی‌کنم. به صراحت اعلام می کنم در همه جلسات بازجویی و احضارهای مختلف به هیچ کدام از نهادهای امنیتی و قضایی علارغم درخواستهای مکررشون هیچ تعهدی ندادم. با اینکه می دونم ید طولایی در جعل و تقلب دارید، اگر مدرکی دارین منتشر کنید. دوم اینکه جریان علیل و دریوزه حاکم داره جوری صحنه آرایی می کنه که من رو مقابل سایر همکاران سینمایی قرار بده، که دلیل ادامه ممنوع الخروجیشون رو عملکرد من قلمداد کنه. اگه جرأت دارید این فشارها و محدودیت‌ها رو از سر همکاران من بردارید و ببینید چند تا بیانیه تندتر از آنچه گفتم نصیبتون میشه. چقدر اوضاعتون غم انگیزه که با تهدید و گروگانگیری دارید به حکومت ظالمانه‌تون ادامه میدید. اواسط فیلمبرداری در سقز مقارن بود با به شهادت رسیدن مهسا امینی. ضربه روحی بزرگی به مانیفست کار وارد شد. داستان سقوط حکایت مأمور امنیتی بود که جانش را به خطر می اندازد تا دختر کرد اسیر در دست داعش را آزاد کند، و دختر کردی که در واقعیت در تهران و همزمان به دست نیروهای امنیتی کشته می شود. حزم این دوگانگی در آرمانهای ما در ساخت سریال با واقعیتهای موجود در بیرون برای همه گروه سازنده پارادوکسی عجیب را رقم زد. ولی بنابر تعهد حرفه‌ای همه گروه با تمام توان کار را ادامه دادیم و به انجام رساندیم. نویسنده ناشی نامه مرا بی معرفت خطاب کرده. چرا؟ چون خواستم صدای مهسا باشم؟ چون نمی‌خواستم فقط در جلوی دوربین یک انسان آزاده باشم؟
به شهادت خودتان چند بار از سر صحنه برای بازجویی احضار شدم. چند بار به خاطر احضار نیروهای امنیتی کار تعطیل شد. من در مدت تعهدم به کار به شهادت عوامل از مقیدترین ها بودم. قرار نیست حسب قرارداد مدتدار یک بازیگر باقی عمرش در تعهد کاری باشد که حالا واقعیت دنیای بیرون چیزی از حیثیت برای آن کار باقی نگذاشته. من بی‌معرفت و غیر حرفه‌ای نبودم. مزد بگیر دستگاه امنیتی هم نبودم. سرم پیش وجدان خودم بلند است. دست مزد بالا هم گرفتم چون کارم را بلدم. بارها گفتم اگر کسی پیدا شود که کیفیت کار مرا انجام می‌داد و 1000 تومان ارزان‌تر می‌گرفت، حتما به سراغ او می‌رفتید. به هر حال با همه وجودم آرزو می‌کنم مدیران فرهنگی فارغ از مشکلاتی که با من دارند، جلوی توقیف این اثر که شاید قبل از شهادت مهسا اثری با ارزش بود را بگیرند و حاصل تلاش یک گروه با انگیزه را به خاطر حق طلبی یکی از عواملش به باد ندهند. پیشاپیش از همه عوامل کار بابت حماقت مدیران فرهنگی، امنیتی و اتفاقاتی که ممکن است در روند نمایش آن پیش بیاید اظهار تأسف می‌کنم. ولی از هیچ کس بابت راهی که انتخاب کردم عذرخواهی نمی‌کنم. حمید فرخ‌نژاد. فعالان مدنی و اجتماعی شهر دوسلدورف و هوم امروز در اعتراض به 4 دهه اعدام‌های جمهوری اسلامی و به حمایت از خیزش مردمی در ایران دست به راهپیمایی زدند. در این رابطه همکارمان ادریس جویا از این شهر همراه ما شده. ادریس، از تو بیشتر راجع به جزئیات بشنویم. می‌بینیم که مردم دارن راهپیمایی می‌کنن، پرچم به دست گرفتن و همینطور نمادهایی در مخالفت با اعدام. دقیقاً شراره، با توجه به اینکه 3 ماه از مرگ حکومتی مهسا امینی می‌گذرد، همچنان مردم در اعتراض و راهپیمایی به سر می‌برند. شهر دوسلدورف آلمان هم بار دیگر شاهد راهپیمایی گسترده ایرانیان هست که از مقابل ایستگاه مرکزی قطار این شهر شروع کردند و تا به مقابل پارلمان پیاده میرن. جمعیت با توجه به سرمای هوا و سردی هوا بسیار گرم و حضورشون بسیار پرشور بود. در همین میان یکی از تجمع کنندگان، در واقع معترضین که خواهان اعتراض به اعدام‌های بی‌رویه و خودسر از سوی جمهوری اسلامی هستند، در کنار من هم یکی از همین خانم‌های معترض هست. شما برای چی آمدید به این تجمع؟ میشه بگی بیشتر بگی؟ با سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. خب ما میخوایم اتحاد خودمون رو به همه هموطنانمون که ایران هستن نشون بدیم، که بهشون بگیم با وجود این که ما ایران نیستیم، با وجود این که ما نمیتونیم اونجا کنارشون باشیم و در این مسیر آزادی به جنگیم، اما اینجا هستیم و هر هفته با تجمع خودمون تنها کاری که از دست ما برمیاد و تمام سعیمون رو میکنیم که از این طریق اتحاد خودمون رو با همه هموطنانمون نشون بدیم. سپاس از شما. این در حالی است که نمایندگان پارلمان آلمان و همچنین نمایندگان پارلمان ایالتی این کشور کفالت‌های سیاسی زندانیان در ایران رو به عهده گرفتن. چندی پیش هم رئیس حزب سبز آلمان در اعتراض به اعدام‌ها در ایران گفت که هر کاری که از دستش بر بیاد انجام میده تا مقابله بکنه و مبارزه بکنه با این روند. ممنون از توضیحات تو ادریس جویا، همکارم از دوسلدورف. در ادامه خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان، ایرانیان در استرالیا، سوئد، دانمارک، کانادا و آلمان در همبستگی با زندانیان سیاسی به خیابان آمدند. Let's go.
26 آذر ماه برابر با 17 دسامبر 2022 اینجا شهر گوتنبرگ سوئد، تو این برف، تو این سرما یک بار دیگه ایرانیان این شهر حمایت خودشون رو از مبارزات مردم ایران حمایت میکنن و تا سرنگونی این رژیم کودک کش ما دست بردار نیستیم. در شهر تورین هم همزمان با 10 شهر دیگر در کشور ایتالیا راهپیمایی‌هایی برای همبستگی با معترضان ایران و با هدف رساندن صدای اعتراضات ایران به جهان برگزار شده. همراه هستیم با همکارم کیمیا قربانی از همین شهر، شهر تورین. کیمیا، امروز هم شاهد هستیم که در بسیاری از شهرهای اروپایی ایرانی‌ها با خلاقیت‌های متفاوت جمع شدند و در شهر تورین هم شاهد هستیم چه پرچم بزرگی هم تدارک دیدن آوردند. بله، تورین در واقع باید بگم که تظاهرات و تجمعاتی که در این شهر برگزار میشه واقعا مثال زدنیه. هر بار بیش از صدها نفر در واقع شرکت میکنن در تظاهرات شهر تورین و این بچه‌ها که بیشترشون دانشجو هستن پرفورمنس اجرا میکنن، سرود میخونن، راهپیمایی میکنن و واقعا دیدنی هست و تاثیرگذار هست. همین چند دقیقه پیش مراسمی رو اجرا کردن نمادین به صورت در واقع اعدام جوانان ایرانی که واقعا تاثیرگذار بود و اشک همه رو در آورد واقعا این نمایش. و این راهپیمایی خواهد شد با اینکه برف اومده، خیلی هوا سرده، ولی من میبینم چقدر پر انرژی و واقعا بیشتر از انرژی چقدر کم و چقدر خشم دارن همه این بچه‌ها و اینجا حضور دارن که صدای هموطنانشون رو بالا ببرن و تلاش بکنن که شاید بتونن جلوی اعدام‌ها رو بگیرن. در کنار من ساقی زواره هست از برگزار کنندگان تظاهرات که واقعا این بچه‌ها زحمت می‌کشن. ساقی جان، خیلی راجع به تظاهرات شما در ایتالیا گروه‌های دیگه صحبت می‌کنن، برامون بگو از و این در واقع مدیریت می‌کنین چه جوری شما و هدفتون چیه؟ ما یه تیم هستیم که مدت داریم با کل بچه‌های ایتالیا همزمان همه برنامه‌ها رو هندل می‌کنیم. همه جا یک صدا از کل تورینو، کل روم، میلان، کل ایتالیا، ما یک صدا هستیم، فراجناحی، فراحزبی و فقط و فقط برای ایران. بچه‌ها تو سرما، تو گرما فرقی نمی‌کنه، تمام این مدت اومدن زحمت کشیدن که صدای مردم تو ایران باشن و ما تونستیم این صدا رو به پارلمان ایتالیا برسونیم و هفته همین هفته بود که صحبت کردن راجع به این مسئله و نشون دادن که چند تا کفیل سیاسی ما پیدا کردیم برای بچه هایی که خطر حکم اعدام رو دار گرفتن و برای کاری بوده که از دست ما برمی‌اومده و تونستیم برای بچه ها انجام بدیم. ممنون از تو ساقی جان. بله، الان این تجمعی که اینجا هست میبینین تا دقایق دیگه شروع میکنن به راه پیمایی و همراهشون ایتالیایی ها اینا رو همراهی خواهند کرد و همینطوری که گفتن برنامه های مختلفی دارن برای رفتن به پارلمان، به سنا و بالا بردن صدای بچه های دربند در ایران و بچه هایی که زیر حکم اعدام هستن. ممنون از تو کیمیا قربانی، همکارم از تورین. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که در حمایت از خیزش انقلابی ایرانیان یک مسابقه دو در استکهلم برگزار شده. روی لباس همه 600 شرکت کننده این مسابقه هم عبارت زن زندگی آزادی به چشم می‌خورد. دوستان، این جمعیت اومدن
روی همه لباساشون نوشته Woman Life Freedom. 600 نفرن برای دفاع از حقوق زنان تو ایران، برای پشتیبانی از این انقلاب. میبینیم پشت همه نوشته ما شماره. ببین چه اتحادی از پشتتون روی این سرمای منفی 10 درجه سکول جوانا دم شدن اینجا برای دویدن. دنیا شما رو میبینه، مبارزای ایران دنیا شما رو میبینه، همه دارن حمایتتون میکنن. با من لایف به 600 نفر برای حمایت از زن، زندگی، آزادی تو استکهلم تو سرمای منفی 10 درجه وقت اومدن دویدن. فقط برای حمایت از این انقلاب. ایرانیان ایالت کوینزلند استرالیا هم با برگزاری تجمع راهپیمایی در این شهر به روند اعدام‌ها و سرکوب‌های حکومتی در ایران اعتراض کردند. تصاویر دیگری هم ببینیم از گروهی از ایرانیان اوکلند که با برگزاری تجمع و راهپیمایی به روند اعدام‌ها و سرکوب در ایران اعتراض کردند. رضا پیرفلک عموی کیان پیرفلک هم با انتشار ویدیویی نوشته شرم و ننگ بر حکومت بیرحمی که کودکانمان را به قتل می‌رساند. اضافه کنم که عابد ملکی معاون استانداری تهران اعلام کرده که در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ابلاغ شده که در اون دربی تهران میان تیم‌های استقلال و پرسپولیس به دلیل آلودگی هوا برگزار نمیشه. با ما بمونید همکارم سربندی همراه شما هست تا آخرین‌ها رو درباره خبرهای ورزشی در میان بذاره. با ما باشید.